Boom. آگی داری چی میپزی؟ کیک گردویی. آخ جون من عاشق کیک گردویی‌ام. حالا میخوام برش گردونم. ماشی رقب که میخوام بندازمش بالا. ای وای چقدر بد شد. چسبید به سقف. خب آگی دفعه دیگه اینقدر محکم پرتش نکن. باشه میرم یکی دیگه درست میکنم. وای این داغبه وای چقدر عجیب و غریبه. ظاهرش با بقیه خیلی فرق داره. آه انگار میخواد دستش یه جوجه در بیاد. یعنی قراره صاحب یه جوجه نازنازی بشی؟ همیشه میگفتید باید که جوجه کوچولو داشتی. بابا از یه جوجه هم که کاری نداره. باید بذارم یه جای گرم که براش خوب باشه. اونجوری زودتر بیاد بیرون. وای این که جوجه نیست. یعنی چیه؟ به نظرم یه بچه اشتباه. بابا بچه اشتباه؟ آقا چرا تقبه اجداد سبده تقبه مرغای من بود؟ آگی خیال کرد تو مادرشی اومد تو بغلت. دلم بدش به من نباید این کار رو بکنی. این لباس خواب نای منه. چرا سر دلم داد میزنی؟ ببین چه بلی سر لباس خواب من آورد. فقط چهار روز اینجاست. خبه چیمونه جویده و خورده. خب دوست داره با همه چی بازی کنه. چون داره بزرگ میشه دندوناشم تیزتر شدم. می‌خواستیم یه حیوان بی‌آزار داشته باشیم نه دستگاه پارچه خورد کنی. بگو ببینم به اژدها چی میدی بخوره آگی؟ باید یه چیزی بدم بخوره. کی گفته بهش غذا بدی؟ من که نشیدم. چرا لامپای اضافه‌مون نیست؟ ما که یه عالمه لامپ داریم. چه کار خطرناکی. معلوم شد بقیه‌شون هم کجا. حیوان بیچاره حتما خیلی گشنه‌شه. آگی بهش چیزی نمیداده بخوره. مگه دلون مالا تو نیست آگی؟ پس باید بهش غذا بده و همیشه مراقبش باشی. حالا یه اجدا غیر از لام دیگه چی میخوره؟ این لباس خواب من نو بود. خب پس یه اجدا لباس خواب میخوره و لام. خیلی سخت شد. اینجوری که نمیشه. داشتم به دلون پرواز کرده رو یاد میدادم. آخه یه اجدا باید بتونه پرواز کنه. آگی دلون داره خیلی بزرگ میشه. تو یه عالم زغال سنگ خورده. دارم مرتب بهش زغال سنگ میدم. آفرین پسر خوب. زود باش دلون. بالها تو به هم بزن و پرواز کن. کارت حرف نداری. قابل تحمل نیست. خیلی ببخشید آگی دیگه نمیتونیم دلون رو پیش خودمون نگه داریم. داره خیلی بزرگ میشه. قول میدم تربیتش کنم. بهش میگم بره تو حیات بمونه. دیگه اینطوری نمیشه. آی نه از دهنش هم تاتیش میزنه بیرون. حالا باید چی کار کنیم؟ لازمه یه چیزایی رو ببینیم. پس بیاین از دریچه من نگاه کنید. درست کردن خیلی راحته. خیلی هم تمیزه. بله بابی تدارک محل نگهداری مناسب برای هر حیوان و تمیز نگه داشتنش اهمیت زیادی داره. آو نگاه کنین چه موش خوشگلیه. به نظر شما این دختر کوچولو از این موش خوشش اومده؟ وای انگار اینا دوستای حنایی خودمونن. من که میگم دختر کوچولو یکی از اینا رو میخره. راست میگی بابی. ببین چقدر خوشحال شد عاشق ماهیا شده. اگه کسی علاقه منده که حیوانی رو مثل ماهی تو خونه نگهداری کنه باید یاد بگیره که چجوری از اون مراقبت کنه.
جای مناسب و کافی برای نگهداریشون پیدا کنه و همیشه سیر و تمیز نگهشون داره و همچنین مواظب باشه تا اونا بیمار نشن. چه خرگوش نازی! نکته مهم، باید دقت داشت تا اونا تغذیه درست داشته باشن. باید هر روز بهشون غذا بدین، اونم به اندازه، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. ببین ای برای بی زبونم مثل ما تشنهشون میشه. معلومه این بچه ها خوب میدونن چطوری باید از حیوانای مظلوم خونگی مراقبت کرد و جاشون رو تمیز و مرتب نگه داشت. نگاه کنید، هر حیوان غذای مخصوص خودش رو داره. چه خوب، این خرگوش مثل دلا سراغ لباس خواب نمیره. پیداست که سبی کشنه شید. حیوان هم احتیاج دارن که بهشون توجه و ازشون مراقبت بشه. هرچی باید نشونتون میدادم حالا با خودتونه که درست هستیم. باگی معلومه داری چی کار میکنی؟ دارم یادش میدم هر طرفی موقعیم داره و مجبورم یاد میگیرم. خب ما براش یه لونه ساختیم، بیا دلان میتونی بری توش بخوابی. آوای راه داریم، دلو باید از اینجا بره. حق با گازینه، تلاش خودمونه کردیم که طبق راه نمی های دوربین جادی ازش مراقبت کنیم، ولی کار خیلی سختیه. بره راست بگی، اما من خیلی بهش علاقه من شدم، بهش عادت کردم. این دیگه چه صداییه؟ کوچولوی عزیزم. ماما بیا برگردیم خونم. خوب شد که مادر دلم پیداش کرد، حالا اونم خوشحاله. تازه ما که نمیتونستیم ازش مراقبت کنیم. اصلا نگهداری از حیوانا کار سختیه، مگه نه؟ بله، به خصوص اگه اشتها باشه. حق با شماست، منم موافقم.